آقای دکتر اسد همایون گفتگو می کنم، نویسنده تحلیل های مجله دفاعی دیفنس، متفکر استراتژیست. آقای دکتر همایون به چند پرسش پیرامون رویدادهای ایران و جهان پاسخ خواهند داد. آقای دکتر همایون عزیز، درود بر شما. درود بر شما آقای مهری، درود به همیهنانم، در اختیارتون هست. خیلی ممنون. آقای دکتر، در آغاز میخواستم ببینم نقطه نظرهای شما پیرامون انتخابات جمهوری اسلامی در ایران چگونه بوده است و چگونه هست. نخستین وطن، زان سپس دیگران. بفرمایید. بله آقای مهری، ببینید در این باره زیاد صحبت شده، من کوتاه صحبت میکنم. خواهش میکنم. همه دنیا میدانند، مخصوصا ایرانی ها، که انتخابات ایران کاملا غیر دموکراتیک و شباهت به انتخابات در هیچ کجای جهان، حتی عقب مانده ترین کشور دنیا نداره. مردم ایران ولی در داخل محاسبات خودشون را دارن آقای مهری، و رفتند و شرکت کردند و باید به اونها احترام گذاشت. آقای روحانی انتخاب شد، برای خودش برنامه هایی داره، وعده هایی هم داده که میخواد انجام بده، ولی من تردید دارم، زیرا قدرت لازم را برای کار نداره. هنوز آقای خامنه ای ترمز اصلی است. عوامل فساد و جهالت و جنایت کنترل رو به دست دارن و مانع هر حرکتی خواهند شد. حکومت مذهبی و ایدئولوژی مذهبی ترمز اساسی است و مانع جدی است برای پیشرفت ایران، آزادی ایران و اقتصاد ایران. اداره سیاست خارجی ایران و داخلی ایران نیز مختل به طور کلی، پیش نمیره. و در ایران آقای مهری چرخشی از حکومت ملایی و سیطره مسجد به حکومت ملی صورت نگیره، داری به نظر من از پیش نمیره. ایران برای بقای خودش، برای پیشرفت اقتصادی خودش و مخصوصا حفظ وحدت ملی و تمامیت کشور ناچاره این چرخش را انجام بده. چرخش توی ملی، ایران ناچاره در سیاست داخلی و خارجی خودش تغییر اساسی و جدی بده. چرا؟ برای اینکه حفظ استقلال ایران لازمه است. این است که ایران تغییرات اساسی بده. به سیاست ضد اسرائیل و ضد امریکا پایان بده و ایران از انزوا خارج بشه. ولی امید من خیلی زیاده آقای مهری. امید من به صلاح ملی و رزرو استراتژیکی ایران که نگهبان ایرانند، به اون روح ملی و فرهنگ ایرانه که بیکار ننشسته، هم الان مشغوله. این روح ملی و ناسیونالیسم فرهنگی به سرعت داره رشد میکنه و جوانه میزنه. شما حضور ده‌ها هزار مرد و زن ایرانی، مخصوصا جوانها را، مثل اینکه پارسال بود، در پاسارگان دیدید. در پاسارگان بله، نشون دادن که امید زیادی به ایران دارن. و پاسارگاد مرکز ملی ایرانه. اونها به زیارت کوروش رفتن و به ایران و دنیا و مخصوصا به حکام مذهبی گفتند که پرستاشگاه ملی ایران، معبد ملی ایران، پاسارگاد مقبره کوروش، نه جای دیگر. و این رنسانس به نظر من آغاز شده و این تغییر اساسی برای وحدت ملی، موجودیت ایران باید صورت بگیره و چرخشی از دموکراسی به دموکراسی و حکومت ملی و سکولار صورت بگیره. من معتقدم که منبع انرژی ایران بسیار قوی است.
با اون روح بلند یا سه روح بلند آشوردشت کوروش فردوسی است که نگهبان ایران و راهنمای ایران است. ما در داخل ایران الان این شعله های امید را در سرتاسر ایران مشاهده می کنیم و من ترتیب ندارم که روشنایی راستی بر دروغ و سیاهی طلبه می کنه و شما این پیام را در گاته های زردشتان می بینید. این خلاصه بود که میتونستم عرض بکنم چون در این باره بحث زیاد شده. آقای دکتر اسد همایون، در خبرها خواندم که چند تن از سینماگران برجسته ایران قصد دارن فیلم زندگی کوروش رو بسازند و تعداد کثیری از هنرمندان هم با آنها همراه هستند. حالا از کی شروع خواهند کرد و کی پایان خواهد یافت معلوم نیست. این خبر خوبی است و من فکر میکنم که روح بزرگ کوروش مثل ستاره دنبالدار بالای فلات ایران میچرخه و سبب نجات ایران خواهد شد و عاقبت همینطور که عرض کردم کوروش و کورشی ها و مردم ایران که به کوروش اعتقاد دارند پیروز میشن. آقای دکتر همایون، نخستین وطن بود زان سپس دیگرانند. بفرمایید که منافع آنی و آتی آمریکا در خاورمیانه چیست، از چه قرار است و این منافع از کی آغاز شده؟ بله آقای ماری، این سوال بسیار مهمی است، طولانی خواهد بود ولی من سعی میکنم خیلی خیلی خلاصه بگویم. امریکا در 1933 امتیاز کشف نفت را گرفت از امریکا، به استندر اویل دادن و از اون پس به این طرف منافع امریکا روز به روز در خاورمیانه بیشتر شد. این منافع 70 ساله سبب شد که امریکا قدرتش را ترسیم بکنه، گسترش بکنه در تاسر خاورمیانه و آفریقای شمالی. بعدن اتحاد جماهیر شوروی پیدا شد. امریکا برای جلوگیری از اتحاد جماهیر شوروی خط نوردن تیر یا شمالی را آغاز کرد، سنتو و سیتو را ایجاد کرد و این ادامه پیدا کرد تا جنگ افغانستان و ایران، افغانستان و عراق، که امریکا هم خون داد هم پول داد و 6 تریلیون برای امریکا مخارج برداشت. آقای اوباما یا رئیس جمهور اوباما به این نتیجه رسید که باید تعهدات امریکا را در خاورمیانه کاهش و تقریبا همین کار را کرد. رنگ گفتم ایران نه پول زیاد داره، امریکا نه پول زیاد داره، نه خون میتونه بده، پنتاگون هم با این فکر مقافم و تعهداتش کم شد. خلأ سیاسی در خاورمیانه پیدا شد. روسیه و ایران این خلأ را پر کردن. روسیه ایران قدرت بسیار مهمی است در خاورمیانه و مدیترانه و این رقابت شروع شده. آقای ترامپ میخواد دوباره برگرده، چگونه برگرده این بحث طولانی است. دیگر اینکه مسئله اسرائیل بود در خاورمیانه، امریکا در 1947 استقلال اسرائیل را که به وسیله آقای بن گوریون اعلام شده بود شناخت. در اون موقع البته قبلا آقای بالفور در 1917 نیز راهگشای این کار بود ولی اون مهم نبود. مهم شناسایی آقای ترومن بود. آقای جورج مارشال، آرشیتکت جنگ دوم جهانی و وزیر دفاع، وزیر خارجه امریکا، مخالف که اسرائیل رو بشناسن. الیت امریکا مخالف، وزارت خارجه امریکا مخالف، ولی آقای
ترومن. رئیس جمهور ترومن شناخت و گفت به هر حال من کوروش امریکایی هستم. بنابراین جای پای کوروش را در اسرائیل میبینیم هنوز هم هست. دو چیز سبب موجودیت اسرائیل شد به هست. یک، کوروش 639 قبل از میلاد در بابل پیروز شد بدون جنگ و یهودیان را آزاد کرد. و دوم آقای ترومن بود. ولی این ارتباط پنهانی واقعی و بین فرهنگ ایران و اسرائیل وجود داره، بین ملت ایران و اسرائیل هم وجود داره. به همین دلیل حمله به ایران را بدیوم میدانند رهبران بزرگ اسرائیل. آقای نتانیاهو زیاد نمیدونه. وقتی خواست در 2010 و 2012 حمله بکند به ایران، موساد با IDF یعنی ارتش اسرائیل مخالفت کرد. هنوزم مخالفت خواهند کرد، مگر اینکه ایران دچار اشتباه بزرگ و بلاندر بشه و اون هم من نمیدونم که آغاز میشه. بنابراین امریکا در خاورمیانه نفوذش کم شده، دوباره میخواد برگرده و اسرائیل هم یک کشور بسیار مقتدری است که توازن قوا را فعلا به نفع خودش حفظ کرده. این خلاصه بود که میتونم عرض بکنم. ولی اگر بخواد آقای ترامپ برگرده، مشکلات با روسیه داره، مشکلات با خود ایران داره که اون بحث دیگری است که این زمان بگذار تا روز دیگر. آقای دکتر همایون، سخن از آقای ترامپ به میان کشیدید، بفرمایید سفر ترامپ به خاورمیانه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به معمولاً آقای مهری وزیر رئیس جمهور آمریکا در وقتی انتخاب میشه به دو کشور میره، اول کانادا و مکزیک که مرز مشترک دارند و همسایه‌ان، ولی ایشون انتخاب کرد که به عربستان سعودی بره. به عربستان سعودی رفت و سفرش به نظر من بسیار بسیار موفقیت آمیز بود از یک نظر. و اون به حسابی 350 بیلیون دلار امضا گرفت که در چند سال آینده این پول به امریکا بره. 110 بیلیونش برای خرید سلاح. از آقای ترامپ استقبال بسیار شاهانه شد، حتی رقص شمشیر هم در حضور اون شد با وزرای. و عربستان سعودی از حرفای ایشون که انتقاد کرد از ایران شدیداً خوشش آمد. البته عربستان میخواد که امریکا با ایران بجنگه، این مقدور نیست. ولی آقای ترامپ کمک کرد که یک نیتوی سنی در برابر ایران آغاز بشه. 45 کشور هم در اونجا بودن. و اینکه آقای ترامپ اعلام مبارزه با ISIS یا داعش را در عربستان کرد، این خیلی بسپرنگیزه و به نظر من کوتاه بینانه است. همه می دانند که 11 سپتامبر که 4000 نفر در امریکا کشته شدند از عربستان ناشی شد و اتباع اون بیشتر غالبا 99% عربستانی بودند. 18 عربستان ده ها سال است پول امام صادر می کنه و به اصطلاح برای ایدئولوژی سنی و سلفی. عربستان ده ها میلیون دلار هر سال خرج تربیت مدارس قرآنی میکنه در پاکستان که همه اونها وهابی و سلف بی تربیت میشن. توریست های جهادی از عربستان الهام میگیرن، ولو اینکه در منچستر چند روز پیش دست به این جنایت زدن. اعلام برنامه تروریسم در عربستان یه خورده همچین بغل درست نمیاد، جای درستی به این کار نبود. و از طرف دیگه
عربستان میخواهد که امریکا در عربستان پایگاه ایجاد کنه. میدونید بعد از طوفان صحرا که آقای بوش اول صدام حسین را از کویت بیرون کرد، عربستان راضی شد پایگاه بده که از اونجا به کویت حمله بکنن. این پایگاه مورد مخالفت خیلی ها بود که اینجا مرکز دو مرکز روحانی است، مکه و مدینه نباید. بن لادن از اونجا شروع شد مخالفتش که این کار را آمریکا کرد. القاعده از اونجا شروع شد. دوباره عربستان میخواد این کار را بکنه. اول روی بیمیلی بود، ولی الان آقای سلمان محمد بن سلمان این کار را میخواد، ولی من فکر نمی کنم که صورت بگیره و پنتاگون موافقتی نداره. از طرف دیگه برای ایجاد یک ناتوی سنی در عربستان امریکا کمکهایی کرد، یعنی قولهایی داده، ولی این هم درست عملی نیست. چرا؟ برای اینکه کشورهایی که در اونجا شرکت کردن غالبا شیعه دارن. پاکستان 10 میلیون شیعه داره، ترکیه 16 میلیون شیعه علوی داره، بحرین 85% شیعه هستم، عراق 65% شیعه هستم، خود در هند که البته اونجا شرکت نکرد 50 میلیون شیعه هستم. بنابراین بنزین ریختن روی آتشه. این سیاست سیاست درستی نبود و کمکی به این مسئله نمی کنه. اما درباره سفرش به اسرائیل، چون خاورمیانه اسرائیل هم رفت، به نظر من اونجا موفقیت آمیز بود، برای اینکه اسرائیل و آمریکا یک روابط عجیبی دارند، بسیار مرئی و نامرئی و بسیار محکم. هر رئیس جمهوری به استحکام اون اضافه میکنه. آقای ترامپ هم در اونجا همین کار را کرد و تأیید و تأکید مجدد کرد و اونجا هم به ایران شدیدن حمله کرد که آقای نتانیاهو را خوش آمد و با آقای محمود عباس یا دکتر محمود عباس هم ملاقات کرد. ولی در اونجا صحبت از حاکمیت کامل اسرائیل بر یروشلم ذکر نکرد. در اونجا از اینکه سفارت امریکا منتقل شود به یروشلم یا اورشلیم صحبتی نکرد. ولی آقای ترامپ کوشش دارد که صلح را در خاورمیانه برقرار بکنه، کاری که 9 پرزیدنت امریکا نکردند ایشان بکنه و نامش در تاریخ ثبت شد. اگر این کار را بکنه ثبت خواهد شد، ولی من تردید. چرا؟ برای اینکه مشکلات سیاسی، استراتژیکی و ژئوپلیتیکی عظیمی در بین راه وجود دارد که فعلا ایجاد صلح بین فلسطینی ها را ممکن نمی. این سفر آقای ترامپ در اونجا موفقیت آمیز از لحاظی بود، ولی از لحاظ دیگر کمکی به تشکیل دولت فلسطین و صلح بین دو کشور نخواهد کرد. آقای دکتر همایون، مبلغ خرید اسلحه از سوی عربستان چقدره؟ 110 میلیون در اینجا میلیون یا میلیارد امضا هم شده. میلیون سلاح را آمریکا عربستان میده، ولی عربستان قدرت استفاده این سلاح را نداره. شما برای یک کشوری سلاح میدید که بتونه نیروی زمینیش قدرت داشته باشه حرکت بکنه. عربستان چه این قدرتی را نداره. عوامل تشکیل دهنده قدرت در عربستان نیست. عربستان مشکلات بسیار زیادی داره. مثلا در یمن بنا به متخصص روزنامه اتلانتیک 200 میلیون دلار هر روز خرج میکنه. آش تو باطلاق. بنابراین این سلاحایی که میگیره، حتی اسرائیل هم نگران کرد. اگر یه روزی در عربستان انقلابی رخ بده مثل ایران،
این سلاح‌ها به دست بن لادن ها بیفته چه خواهد شد؟ ولی به هر حال امریکا پول میخواد و آیندهش هم زیاد توجه نداره، مثل انگلیس دوربین نیست و پول به امریکا میاره. این یکی از آثار مثلا سفر آقای پامپوت به عربستان. ولی از این سلاح‌ها علیه ایران نمیتونه استفاده بکنه، میخواد امریکا برای عربستان بجنگه، ولی امریکا این کار رو نمی کنه. ولی سعی خواهد کرد که ایران را در خاورمیانه مخصوصا سوریه و علاق مهار کنه، که اون باز گفت این بحث دیگریست، چون در اونجا مسئله روسا هستن، گفت یار را یاری بود یا از یار یار اندیشه کن. روسا هم در اونجا مسئله حساس و بسیار خطرناک دارن که این درگیر خواهند شد. ممنونم آقای دکتر همایون. بفرمایید که نظرتون درباره این تحقیقات پیرامون توطئه و تبانی با روسیه چیست و دامنش تا چه اندازه است؟ درباره ادعای اون البته این تبانی هنوز معلوم نیست صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه، توطئه و تبانی امریکا احتمالش در این مورد دوچار، یعنی کاخ سفید دوچار اشکالات بسیار عدیده شد و این بحث طولانی داره. الان کمیته های قضایی و اینتلیجنس مجلس در حال بازپرسی هم تحقیقات میکنن، همینطور کمیته های سنا و مجلس نمایندگان. این از اونجا شروع شد که آقای سپهبد فلین کنار شد و بعد خانم سالی ید کفیل وزارت دادگستری برکنار شد. دوم مهمترین که گرفتاری زیادی ایجاد کرد برکناری آقای کومی رئیس CIA بود. این گرفتاری بزرگی ایجاد کرده رئیس FBI به همه اینها. بله رئیس FBI، رئیس سابق FBI. بله بله همه اینها دست به دست داده، معضل بزرگی برای آقای رئیس جمهور ایجاد کرد و دادیار مخصوص برای این کار تعیین شده به نام آقای مولر رئیس اسبق FBI. آدم بسیار مهمی است، بسیار با تجربه و دقیقه و ایشون داره دنبال میکنه، تازه کار را شروع کرده. همه اینها گرفتاری های بزرگی برای آقای ترامپ ایجاد کرد. البته هنوز اینها تئوریه، ادله محکمی هنوز پیدا نشده تا کمیته های سنا ببخشید و مجلس نمایندگان و آقای مولر بتوانند دلایلی پیدا کنند. اگر پیدا کنند به این پیچ میکشه. ولی مشکل دیگر این است که رهای رئیس جمهور سرنگهدار نیست. یکی از مشکلات دیگر این است که آقای دولت اسرائیل اطلاعات بسیار ری داد به امریکا، نا اکس تبادل اطلاعات برن امریکا با پنج چشم و اسرائیل و ناتو. اسرائیل وقتی این اطلاع را داد در مذاکراتی که در کاخ سفید با وزیر خارجه واسه و سفیر روس اتفاق افتاد، آقای ترامپ به اونها گفت و لیک کرد، یعنی درس کرد به اونها و این درست نبود. این سبب نگرانی اسرائیل شد درباره متد و روش جمع‌آوری اطلاعات. روسا اطلاع زیادی پیدا کردن و این برای کاخ سفید و برای امنیت امریکا درست نیست. سبب شد که متحدین امریکا در مبادله اطلاعات امریکا مواظب باشن، اطلاعاتی خیلی دقیق فعلا نگن برای اینکه ممکنه آقای ترامپ لیک بکنه به بیرون نشت بده. از طرف دیگه سازمان های اطلاعاتی امریکا 16 هستند، اونها هم اطلاعات لازم را که لازمه یک کار برای رئیس جمهور برای تصمیم گیری ممکنه ندهند. میدونید هر روز سازمان های اطلاعاتی
در حدود 10 صفحه به نام PDB Present Daily Brief 10 صفحه 15 صفحه جمع‌آوری میکنند از مطالب بسیار سری یک افسر مهم غالبا معاون اطلاعات مرکزی امریکاست میاد در کاخ سفید ساعت 7 صبح ایشون را بریف میکنه یعنی توجیه میکنه. اونها هم تردید دارن که اطلاعات بسیار سری را با آقای ترامپ بگن برای اینکه به هر حال سرنگردار نیست نشون داده. یه مثال میزنم، در جنگ دوم جهانی آقای استوارت منزیس رئیس MI6 تا حد پیروزی جنگ جهانی دوم را ایشون به اصطلاح تأمین کرد. پادشاه انگلیس ایشون را میخواد یه روز، میگه باید که اگر من به شما بگویم، یعنی میگوید در حقیقت جاسوس ما در دستگاه نزدیک به هیتلر کیست، چه میگویید؟ یعنی بگویید به من. منزیس میگوید که دهان من بسته است اعلی حضرت. میگه اگر دستور بدم سرت از بدن جدا کنن چی؟ میگه که سر من میفته زمین با دهان بسته. جالب. این مسئله خیلی مهمه که در کاخ سفید چفت و بند وجود نداره. در کاخ سفید اختلافات بسیار زیاد هست و حضور فامیل آقای ترامپ هم به این اختلافات کمک کرد. علیه هم میزنند، لیک کردن، یعنی افشا کردن مسائل رو به واشنگتن پست، نیویورک تایمز، هم روز هم میکنن و این مشکلاتی داره. هر کجا که ببینید قدرت هست اونجا هم زد و بند، فسادت، اختلاف، جنایت یا خیانت ببخشید وجود. هر کجا قدرت هست اونجا مرکز افعی هم هست، لانه افعی هم هست. این گرفتاری هاست که در کاخ سفید وجود داره و باید آقای ترامپ حل بکنه. چگونه من نمیدونم. خیلی خلاصه میکنم، این مشکلات برای کاخ سفید خیلی خیلی موانع ایجاد. جرایت با آقای ترامپ طرف، جنگ جرایت با کاخ سفید جدی است. شما دو امپراتوری بزرگ، نیویورک تایمز و واشنگتن پست را که مخالفان جدی بگیرید. کمیته های قضایی به کار خودشون ادامه میدن، کمیته های اطلاعاتی به خودشون ادامه میدن و مسائل حساس رو هم همینطور که عرض کردم در میان نمیگذارن. در چنین موقعی که آقا الان در G7 مشغول مذاکراته، حواسش در داخله، نکنه پشت تو تله بیفت. بنابراین چین در این مورد به تاخت و تاز خودش در ساف داینسی جنوب دریای چین و پاسیفیک ادامه میده، خوشحاله. روس ها میخندن، خوشحالن. آقای کیم یونگ اون هم به اصطلاح فعالیت های خودش در رشته اتمی و آزمایش های موشکی ادامه میده و این برای نظم جهان خوب نیست. آقای مهری، بله، نظم و نظم جهان روی سه پایه قدرت استواره: روس، امریکا و چین. قدرت های دیگه هستن ولی مهم اینان. اینها الان میبینن امریکا گرفتاره. در ایران، در داخل ایران، در مرکز قدرت ایران یک بی‌نظمی وجود داره. به هر حال امیدوارم به جایی نرسه و آقای ترامپ اگزونریت بشه. ولی امریکا همیشه در این مورد در میان سه قدرت باید قدرت بالا را داشته باشه، برتر داشته باشه. و اینکه ایران امریکا گرفتاره برای نظم جهان خوب نیست. امریکا حضورش برای ثبات دنیا و صلح دنیا به نظر من بسیار مفیده و الان مشکلات رو بروه. حالا ببینیم که نتیجه مذاکرات، نتیجه تحقیقات به کجا میرسه. آقای دکتر همایون، روابط آمریکا با ناتو آیا منظم شده است یا همچنان با تردید درآمیخته؟ در اونجا یه خورده تشرف به ناتو ایراد گرفت که شرکت کامل
سهم کامل خودشون را در دفاع نمیدند، ولی به هر حال ناتو با آمریکا یکی اند، در یک کشتی هستند و سرنوشتشون یکی است. به نظر من مشکلات اساسی نخواهند داشت، ولی اون تراست و اینانی که سابق بود نیست. آقای دکتر همایون، واژه استیضاح رو به کار بردید، بفرمید که آیا امکان استیضاح وجود داره؟ چون کلمه خطرناکی وجود داره، ولی من الان نمیبینم ادله محکمی برای این کار هنوز نیست. ببینید، بر طبق قانون اساسی ایران، رئیس کشور در صورتی که جنایت مرتکب بشه، رشوه بگیره، دونه و بزه بزنه، برکنار میشه و این البته محاکمش بر عهده مجلس نمایندگانه و این ایمپیچ یا محاکمه آخرین وسیله و مکانیزمی است برای حفظ قانون اساسی امریکا. تا کنون سه بار این رخ داده، یکی در 1864 این رخ داد و رئیس جمهور آمریکا رو خواستن برکنار کنند، جانسون بود اسمش، و صورت نگرفت و یک رأی ایشون تقریبا قصر در رفت. قسمت دوم آقای کلینتون بود که اون هم صورت نگرفت. قسمت سوم ایمپیچ آقای نیکسون بود که استعفا کرد. مسئله ایمپیچ این است که کمیته قضایی مجلس نمایندگان باید بررسی کنه که اگر لازم بدونه احاله بکنه مسئله را به مجلس نمایندگان. مجلس نمایندگان با اکثریت این را اگر اون هم لازم بدونه توصیه میکنه به مجلس سنا. مجلس سنا با 2/3 پرزیدنت را ایمپیچ میکنه. اون هم باید دید که به کجا برسه. به نظر من تا حالا دود زیاده، ولی از آتش خبری نیست. ممکنه باشه، من نمیدونم. بسته به اینه که به کجا برسه. و اگر خب این پیچ بشه، ثبات امریکا، به سمات امریکا، سیاست خارجی امریکا یک کمی لطمه وارد میشه. منظورتون از دود این رواج شایعاته، نه؟ بله دیگه، بله هست. اینها در شایعات جدی هم هست، ولی خب هنوز اون ادله و دلایل لازم برای این کار هنوز نیست دیگه. بایستی منصف بود و بی‌طرفانه تحلیل کرد. بحران ها آقای ترامپ رو بسیار نگران کرد. این را من با دوستان روزنامه نگارم که خصوصی صحبت میکنم این رو به من میزنم. آقای دکتر، بفرمایید که با توجه به بحران‌های زیادی که اکنون در سیاره وجود داره، بحران کره چگونه بحرانی است؟ به کجا خواهد رسید؟ چه خواهد شد؟ کی پشت کره شمالیه؟ آیا چین؟ این بحران بسیار جدیه. امریکا نیروهای خودش را متمرکز کرده در آبهای کره، نزدیک کره. ناو کارل وینسون در اونجا، ناو رونالد ریگان داره به اونجا میرسه. همه اینها کشتی های حمایتی جنگی دارن. امریکا در حدود 100 هواپیمای F-16 را به کره فرستاده، کره جنوبی، و آمادگی داره که برای حمله بکنه. ولی به نظر من مسئله باید دیپلماتیک حل بشه. اگر این کار را بکنه، تمام منطقه دچار یک جنگ بزرگ میشه. آمریکا ممکنه ناچار بشه از سلاح تاکتیکی اتمی استفاده بکنه، ولی شکست کره شمالی آسان نیست. برای اینکه کره شمالی مجهز است موشک‌هایی که مجهز به سلاح‌های سیرین یا سارین و وی اکس بسیار خطرناکه، سلاح‌های اتمی هم داره. 1,000,000 نیرو در حدود 40 مایلی سئول داره که میتونه وارد سئول بشه.
و این بسیار خطرناکه. زیاد هم پول مصرف میشه، هم خون مصرف میشه از دو طرف، و برای چین و روسیه هم یه خورده نگران کننده است. روسیه در ولادیوستوک در حدود 11 مایل مرز داره با کره شمالی. ببینید چرا باید گفتش که کره شمالی دست به این کار زده؟ سلاح اتمی برای چی میخواد؟ البته امریکا میخواد که کره شمالی دست از این سلاح اتمی برداره. به نظر من امکان پذیر نیست، نمیکنه این کار. چرا؟ برای اینکه امریکا در کره جنوبی سلاح اتمی داره، در چرمایلی آقای کیم یانگ اون. و بعد هم امریکا بخواد تغییر رژیم بده در کره، کره میدونه که اگر سلاح اتمی داشته باشه این کار نمیتونه بکنه. از طرف دیگه کره متوجه است که آقای قدافی در 2003 تمام برنامه های اتمیش را تحویل داد و بعد دیدید که براز بر سر اون آوردن. بنابراین آقای کره دست از این کار بر نمی داره. مسئله بسیار حساسه. آقای ترامپ از G7 پس فردا بر می گرده. مسئله بسیار حساس خواهد شد. به کجا رسید؟ هیچ کس نمی دونه. ولی راه حل به نظر من دیپلماسی است. جنگ راه حل را حل نمی کنه. برای منطقه و برای امریکا خطرناک. آقای دکتر همایون، کره شمالی بودجه برای ساخت این سلاح‌ها رو چگونه تأمین می‌کنه و این مهارت ساخت و ساز موشک‌ها و غیره از کجا آمده است؟ همون جایی که داعش این سلاح‌ها رو پیدا می‌کنه. فرقش اگر شما بخواهید بجنگید، قوی باشید، این سلاح‌ها پیدا میشه، پول هم میاد. البته کره شمالی از روسیه کمک میگیره، از چین کمک میگیره، نفت و مواد لازم را از اونا میگیره. یک کشور بسیار مهمی، اتمی، دندان اتمی داره ایجاد میکنه. بله، دندان اتمی، همین قدرت اتمیش میگین؟ بله بله، بدونه که قدرت اتمی داشته باشه نمیتونن بهش حمله بکنن. الان البته اتمی کامل نیست، ولی در مرحله کامل رسیده به این مرحله است. آقای دکتر همایون، بفرمایید که دو سال پیش وقتی مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ شروع شد، کسی از شخصیت ویژه ایشون کاملا اطلاع داشت؟ همین شخصیتی که چند ماهی است باهاش آشنا هستیم؟ بله، ولی به هر حال ایشون ناگهان آمد دیگه، گفتش که حوادث کمک کرد و سر کار آمده و الان در سر قدرته. ببینید ایشون مردیست لایق، باهوش، مصمم، کاریزما هم داره، دارای کاریزماست، ولی تجربه کامل نداره، سرپوشی نداره. و من اشاره میکنم به ماکیاولی در اینجا اگر اجازه بدید. خواهش می‌کنم. ماکیاولی کتابی دارد به نام پرنس یا شهریار، اون گرامر قدرته. غالب کشورها، حتی رهبران مهم سیاسی و نظامی این کتاب را خوندند و دارند. آقای نیکسون در مصاحبه با خانم کراولی 15 دقیقه راجع به ماکیاولی صحبت کرد، در کیفش داشت اینا. آقای تام نمیدونم خونده باشه، تقریبا میتونم بگم که بهش وش حتی شاید اسمش هم نشنید، شاید هم اسمش شنیده ولی کتابش نخونده. آقای پوتین داره میخونه و خونده، لنین خونده، استالین روی میزش بوده، دیدن که یادداشت هایی هم روی این کتاب گذاشته، نوت نویسی کرد. ماکیاولی میگوید که رئیس یک کشور برای منافع کشور میتونه دروغ بگه، میتونه متوسل به فریب بشه، میتونه زیر قولش بزنه، ولی رئیس کشور باید ورتو داشته باشه. خیلی مهم این کلمه، یعنی دوربین باشه، محتاط باشه،
مصمم باشه، سرپوش باشه و خصائص و مشخصاتش لازم را برای رهبری داشته باشه. به نظر من در حال حاضر در تا حدی آقای پوتین این را داره، بدونه گفتش که بدون این که من جهت گیری کنم، من عزم تا حد ماکیاولی سه نفر را به عنوان الگو برای این کار معرفی کرده در دنیا. یکی کوروش کبیره، دوم حضرت موساست، سوم تزوس. این سه نفر میگه الگوس برای تمام رهبران جهان. به همین دلیل میبینید که خیلی از رهبران کتاب سیروپدی را مطالعه میکنن. کوروش پروری آقای ترامپ دارای چنین مشخصاتی باشد یا نباشد بر من نیست که بگویم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خسته نباشید. من هم ممنونم از شما و همکارانتون و تلویزیون اندیشه. خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و از همیهنانی که به این برنامه توجه دارند و هم از همیهنانم سپاسگزارم و در برابرشون کرنش میکنم. امیدوارم به آزادی ایران برسند و خواهند رسید، خواهند، کوشششون به جایی برسد و خواهد رسید. خیلی ممنون و تشکر میکنم همچنین از کارگردان برنامه‌مون آقای بهروز. ممنون. همینطور، خدا نگهدار.